من شماها رو فکر کنم بار اولش میبینم همه رو. آره کسی هستش که قبلا دیده باشمش؟ جلسه اولته. خب بپرسم بچه ها توی این مدت تا الان کسی از شما کلاس خاصی جای خاصی رفته؟ کلاس شیمی تا الان رفتی مثلا؟ جلسه دومت رفتی ولی انداختن بهت یعنی چی؟ شیمی 11 و 12 آه خوب نبود احتمالا آنلاین بوده هاشم دیگه ها. و یه سوال دیگه بپرسم که زنده باشه یسنا جان. من گروه اولم که گروه اولم شروع شده که بابا. و سوال بعدی رو بپرسم که کسایی که سر کلاس هستن کدوم شهرایی؟ شهرامون کجاست؟ حالا اصلا امسال دنبال کلاس حضوری نباش، کلاس حضوری برگزار نمیشه امسال اینجا. آه پس اکثرا استان، یعنی همه استان فارسی مثلا. خیلی عمالی. من مسیحا طلوعی هستم، فکر میکنم 11 ساله که شیراز درس میدم. تو تمام این سالهایی که درس دادم قدیمی ترین معلمی هم که از تهران توی شیراز بابت درس شیمی در خدمتتونم. بی نهایت خوشحالم که در خدمتتونم. امروز قراره یکم با هم دیگه اول گپ بزنیم، مثلا با هم آشنا بشیم، قراره چیکار کنیم چیکار نکنیم، سطحتون برای کنکور بعد چقدر باشه، کنکور اصلا چیا لازم داره، یکم با هم دیگه آشنا بشیم، بعد بریم سراغ درس. یک ساعت و نیم با هم کلاس داریم. تو این یک ساعت و نیم سعی میکنم بیشتر گره های ذهنی تو برای داشتن یک کنکور خوب برطرف کنم. من میگم که اگه شما با هم موافق باشین کنکور شیمی، اولا بچه ها میدونین سر کلاس درسی نشستی که سخت‌ترین درس تو کل دوران کنکورت. ما از شیمی سخت‌تر دیگه نداریم، شیمی سخت‌ترین درس دفترچه کنکورت به چند علت مختلف. یک، آخرین درس دفترچه است. دو، این درس هم مفاهیم داره هم مسائل داره هم حفظیات داره. سه که از همه مهمتره، تیپ خاص سوالایی یعنی که توی درس شیمی داره گرفته میشه. ما تو درسای دیگه مثل فیزیک و ریاضی و زیست و هر درس دیگه سوالایی که داریم یک سوال مشخص از یک مبحث معینه. توی شیمی اینجوری نیست. تو شیمی میگن چند مورد از گزاره های زیر درست است یا چند مورد نادرست است. سوال شمارشی بهت میدن. مثلا کنکور 1400 من چیکار کردم؟ یه سوال داده بود 7 تا گزاره بود، دوتاش مسئله بود، دوتاش مفاهیم بود، بقیهش 3 تا دیگهش هم متن کتاب درسی بود. اینه که یه دانش آموزی قرار باشه توی کنکورش شیمی درصد خوب بزنه، مجبوره همونقدری که روی متن کتاب درسی مسلطه مفاهیم رو بلد باشه و همونقدری که روی اینا مسلطه رو مسئله مسلط باشه. یه دانش آموز برای قبولی کنکورش نیاز به درصد شیمی دارد. شیمی آسانسور کنکور شماست، یعنی تو با شیمی میتونی رشته که میخوای دانشگاهی میخوای قبول بشی. اگر فقط خیلی کار سختی هم نیست، 6 ماه به حرفایی که بهت میزنم گوش بده. سابقه من مشخصه، از دوستای قریبه من هم چند نفر از شماها منو میشناسن، نمیدونم دوستتون فامیلتون کیا شاگرد من بودن تو این سالها، بپرسین بهتون میگن. تمام تلاشم اینه یه بیس اولیه شیمی بسازیم، بعد بریم همونو تقویتش کنیم، تست بزنیم، بعد تمرین کنیم بهتر و بهتر بشیم. بریم با نگار شو ببینیم ما کلا چند تا فصل داریم. اگه خاطرتون باشه شیمی اولی که شما خوندین شیمی سال دهم بود. این شیمی 3 تا فصل داشت. فصل اول این شیمی راجع به چیا صحبت میکرد؟ در رابطه با ساختار اتم بود. بعد از خب این ساختار اتم این خاطرتون باشه بچه‌ها یه سری مطالب کاملا مشخص داشت. مثلا میاد راجع به اتم صحبت میکرد، راجع به مولکول صحبت میکرد، ذرات زیر اتمی الکترون پروتون و نوترون بررسی میکرد، نحوه قرار گرفتن الکترون، لایه‌های الکترونی زیر لایه‌ها اینا رو بررسی میکرد. بعد از اینا میومد راجع به پر شدن اینا صحبت میکرد. بعد از همه اینا فرمول نویسی رو میگفت و در نهایت میومد استوکیومتری. البته استوکیومتری شما توی این فصل میخوندی
یه استکیومتری بسیار ساده بود، بهش میگفتن بحث شمارش. مثلا میگفتن 1 کیلو برنج چند تا دونه برنجه، یا مثلا 10,000 تا دونه برنج چند کیلو برنجه. این کار رو انجام میدن. بعد از این هم میامد راجع به ساختار لویی صحبت میکرد. فصل دوم شما یه فصلی بودش که عمدتا ادامه فصل یک بود، یعنی دوباره ساختار اتم داشت اما ادامه، دوباره استوکیومتری داشت اما ادامه. مثلا استوکیومتری شما اینجا میخوندی شامل چیا میشد؟ شما اینجا میوادی تبدیل واحدا رو میخوندی، موازنه رو میخوندی، قوانین گازها رو میخوندی. یا اینجوری بهتر بگم قوانین گازها رو با هم قاطی نکنی، به جای قوانین گازها می نویسم استوکیومتری گازها. یه وقت با قوانین گازهای بویل و شال قاطیش نکنی. بعد دوباره ساختار لوئیس رو می گفت که داتیو رو اینجا درس می داد. قوانین گازها همون قانون بویل و شال معروف. یه سری مباحث هم داشت. بله عزیزم. یه سری مباحث هم داشت. یه سری مباحث تعریفی هم داشتش. این مباحث تعریفی چیا بودن؟ لایه‌های هواکاره رو بررسی می‌کرد، گازهای گلخانه‌ای بررسی می‌کرد، شیمی سبز رو بررسی می‌کرد و و مطالب دیگه. توی شیمی یک فصل سوم شما که یادتون باشه بچه‌ها این مهمترین فصل بودش. مهمترین فصل بودش. باشه، باشه عزیزم. مهمترین فصل بود. چرا مهمترین فصل بودش؟ میومد راجع به محلول صحبت میکرد. بعد از این خود محلول بچه ها دو تا مسائل داشت، یعنی مفاهیم داشت، مسائل داشت که خود مسائلش دو دسته میشد دیگه، انحلال پذیری بود و مسائل بیان غلظت. بعد از محلول میومد مولکول های قطبی ناقطبی رو بررسی میکرد و در نهایت می اومد نیروهای بین مولکولی. آخرش هم یه تعریفی بودش از اسموز یا گذرندگی. این شیمی که بچه داریم با هم دیگه نگاه میکنی 33% کنکورت رو شامل میشه. من بپرسم کیا سر کلاس توی این 33% حداقل به نصفش مسلطن، یعنی نصف این مطالب رو بلدن. خیر میگم هرچی ها شروع میکنم. هادی جان خیلی هم عالی، یعنی کلن 5 نفر. خیر این اولین کتاب بودش، کتابی که شما پارسال خوندی، شیمی دو. شیمی دو 3 فصل داره. فصل اولش در ابتدا جدول رو بررسی میکنه، بعد از جدول میاد استوکیومتری رو میگه که البته استوکیومتری که اینجا داشتیم ساده بودش، بازده بود و درصد خلوص. بعد از استوکیومتری هم که میاد شیمی عالی رو میگفت و البته شیمی عالی که اینجا بیان میشد آلکان بود، آلکن بود، آلکین بودش. فصل دوم شما یه فصل جذابی بود که اولش با ترمودینامیک شروع میشد. البته بعید میدونم کسی از شما مثلا بدون ترمودینامیک چی بود. پیام ها خصوصیه، من چون نمیخوام مزاحم بچه ها بشیم پیام ها رو فقط من میخونم. درست آجام؟ آره آرشان، معمولا معلمان رو درس نمیدادن، سخته، درس سنگینی. من نمیدونم کسی از شما ترمو بلد هست یا نه، ولی ترمو مطلب بسیار مهم و سنگینی هم بود. بعدش میومد دوباره یه قسمت شیمیالی میگفت، البته آلدهید رو بررسی میکرد و کتون رو. در نهایت هم سینتیک رو بررسی میکرد که همون سرعت یا عوامل مؤثر بر انجام یک واکنش بودش. فصل سوم اگه خاطرتون باشه بچه ها کلن شیمیالی بود که دو دسته میشد، یک شیمیالی هیدروکربن ها بود، دو شیمیالی پلیمر ها بودش. هیدروکربنایی که اینجا بررسی میکرد الکل بود، اسید بود، استر بود، آمین بود،
اتر بود، آمید بود. پلیمرهایی هم که بررسی میکرد دو قسمت داشت. پلیمرها یا پلیمرهای افزایشی بودن یا تراکمی. خب 11 میری کلاس فعلا تماشا کردی یعنی چی؟ نفهمیدم. بپرس اینا که بچه‌ها نمیشن پای تخت الان. اینم 33% مابقی کنکورت. بپرسم توی شیمی پارسال، شیمی 11ام، توی این شیمی کیا یه ذره مسلطن؟ پارسال خوندی. حالی من از منظورتو نفهمیدم یعنی چیا. اوه فقط دو نفر بلدن، همه صفر. دست با شکسته بلد. هادی بلد. خب اما شیمی امسالتو هر چقدر دهم و یازدهم رو خوندی، هر چقدر دهم و یازدهم برات سخت یا آسون بود، ولی به طور کلی اینجوریه که کتاب دهم و یازدهم در مقابل کتاب دوازدهم یه شوخی بیش نیست. کتاب دوازدهم یعنی شیمی، کتاب دوازدهم یعنی علم شیمی و کتاب بسیار سنگینیه. شیمی 3 برخلاف شیمی 1 و 2 که دو تا فصلاش، این 4 تا فصل. 4 تا فصل چی هست؟ فصل اولش میاد راجع به انواع انحلال صحبت میکنه، میاد راجع به امولوسیون صحبت میکنه، میاد راجع به سوسپانسیون صحبت میکنه، راجع به کلوئید صحبت میکنه، بعد میاد یه قسمت راجع به تعادل میگه، بعدش میاد راجع به اسید و باز میگه که این خودش 2 قسمت داره: مفاهیم، مسائل. برای فصل دوم یک فصلیه بر مبنای الکتروشیمی. خود الکتروشیمی بچه‌ها شما میدونین که الکتروشیمی اسمش روشه، یعنی دنیایی از واکنش‌های شیمیایی که وسیله الکتریسیته انجام شدن، یا برعکسش یک واکنش الکتریکی که با فرایند شیمیایی حاصل شده. پل ارتباطی بین فیزیک و شیمی. بسیار مطلب جذاب اما یه ذره سخت. فصل سوم شما راجع به انواع پیوند صحبت میکنه، انواع جامدات صحبت میکنه، ویژگی های مواد رو بررسی میکنه، میاد بعدش در رابطه با انرژی شبکه حرف میزنه، بعدش میاد راجع به آنتالپی فروپاشی حرف میزنه، چگالی بار رو بررسی میکنه و تمام میشه. فصل چهارمتون ابتداش راجع به آلاینده ها صحبت میکنه، بعد از آلاینده ها میاد انرژی فعال سازی رو بررسی میکنه، بعدش کاتالیزور رو مورد بررسی قرار میده، مبدل های کاتالیستی، مسائل تعادل، این بالا خود تعادل بود، پایین مسائلش، و بعد مسائل تعادل اصل لوشاتلیه بررسی میشه، در نهایت هم هابر رو بالاخره واسه همیشه میبنده میذاره کنار. اینم 33% شیمی 3 شما. آیه طولی یعنی میخوای بگی که اینا توی کنکور درصدهای مشخص دارن؟ بله، میخوام بگم که اینا توی کنکور تعداد تستایی که ازشون میاد غالبا با هم برابرن. حالا امکان داره یکی بیشتر، یکی یه دونه کمتر باشه، اما غالبا با هم دیگه برابرن. اون یه درصد هم عرض کردم تو سالهای مختلف برسگی داره، مثلا یک سال 11ام یه تست بیشتر داره، یک سال 12ام یه تست، یک سال 10ام. چیدمان اینجوریه که بین هر کدوم 33% پخش میشه. حالا اون مابقیش توی سالهای مختلف و کتابهای مختلف پخش میشه. به طور کلی این چیزی که شما واسه کنکور باید بلد باشین، این کنکور شماست. اگه میخواین عکس بگیرین ازش داشته باشین،
یه عکس از اینا بگیریم. حدیث به نظرم یه بار خارج شو وارد شو. لطف داری انیس عزیزم. حفظیات شیمی رو بخونی یا مسائلش کافیه؟ فراد من فکر کنم اول کلاس نبودی. سوالای شیمی دیگه اینجوری نیستش که شما فقط بگی من رفتم مسئله حل کردم. هر یه سوال شیمی شامل حفظیات، مفاهیم و مسئله است. همه رو باید بلد باشی. یکی از اونا رو بلد نباشید دیگه نمیتونی جواب کنکور رو بخوای به دستش بیاری. آها، من سوال الهه رو جواب بدم. الهه میگه که مسیحا، یعنی اگه من رو کل شیمی مسلط، شیمی یک و دو مسلط باشم، یعنی میتونم که توی کنکورم 66% بزنم. شاید برای جلسه اول یه ذره ترسناک باشه این حرفو بهت زدن، اما کنکور شیمی اینجوری نیست بچه ها. تو نمیتونی بگی من فقط میرم یه درسی و از فصل یک مثلا دهمو میخونم همون تستو میزنم. شیمی غالبا سوال مستقل نداره. همه یه سوالای شیمی وابسته به تمام فصل هاست. یه شما نمیتونی بگی من فقط یه کلاسو میخونم، یه کتابو میخونم، همونو میرم انجامش میدم. نمیشه این کار انجام داد. کلاسای خصوصی ندارم، فقط اینجا درس میدم. فاطمه میگم یک 5 دقیقه 10 دقیقه به من زمان بدی فاطمه عزیزم تا من این سری مطالب اولیه رو بگم که چیکار میخوایم بکنیم چیکار نکنیم، بعد حتما شروع میکنم برای درس دادن. خب بریم اینجا، من چیو میخوام درس بدم؟ اول از شما یه سوال پرسم. گروه اولی که واسه بچهای نسل قلم برگزار کردیم که گروه خیلی عالی و خیلی خفنی هم هستن اتفاقا، به من جوابی که دادن جواب دو گزینه دوم رو انتخاب کردن. من به شما میگم شما اول انتخاب کنیم بعد اینجا شما نوشتن. ما میتونیم دو جور درس بدیم. من میتونم بیام شما رو گول بزنم، بیام بگم خب تابستون که زمان خوبیه، تابستونه، شما راحت ترین، استرستون کمتره، بیام از فصلای آسون شروع کنم، یعنی بیام از شیمی دهم مثلا شروع کنم، یک و دوی دهم رو بگم، آسونا رو بگم، سختا بمونه آخر. یا اینکه نه، برعکسش کنیم، اول سختا رو بگیم، آسونا بمونه آخر. آخر وقتی استرسمون بیشتره، زمانمون کمتره، حالمون خیلی خوب نیست، آسونا رو رد کنیم بره. کیا میگم مورد اول، کیا میگم مورد دوم؟ یک و دو واسه من بنویس. خب اگه همه پس موافق دو هن، جز به جز یعنی چی آرشان؟ من نمیفهم منظور تو. جز به جز یعنی چی؟ حالی من باید موافقم. خب اون رو بسپار به من آرشان، اون رو بسپار به من که چی اول پیش نیازه، چی برش بعد گفته بشه، اون رو بسپار به من. پس من چیکار میکنم؟ من اگه موافق باشین اولین فصل که درس میدم فصل 1/11 باشه. من توی این فصل چیا رو درس میدم؟ خیر فاطمه، من فقط توی شیراز نسل، یعنی توی این مجموعه فقط نسل قلم درس میدم. با برنامه کانون میخونه. ما تو 60% برنامه آزمون تابستون میرسیم، از مهر به بعد به 100%شون رسیدیم. حتما میگم کوثر، اونا رو بسپار به من. من فعلا فقط تعریف درس دارم بهتون میگم. محاسبات تو همه اینا تو بسپار به من. بهت میگم چیکار قراره بکنی. من فصل 11 درس بدم چیا رو درس دادم؟ فصل 11 که درس بدم اینجا نگاه کن. ببین چه خفن میشه. من تو فصل 11 اینا رو میگم، جدول رو میگم، کل استکیومتری ها رو میگم، یعنی اینا رو، کل استکیومتری ها رو میگم، پس این رو هم میگم، و این رو هم میگم. در ضمن نصف این ساختار اتم و نصف این ساختار اتم رو هم میگم. کل فصل 1/11 که بگم اینا رو گفتم داخلش. بعدش میرم فصل 3/10 رو میگم اتفاقا. همون فصلی که شما سال 10 نفهمیدین ها، من اونو شروع میکنم گفتم. اینو تمومش میکنیم. یعنی شما وقتی که شروع میکنی به درس خوندن، هر آنچه که سخت‌تر رو من میگم و تمومش میکنم.
پس ما مطلب دومی که درس میدیم فصل 3 دهم. فصل 3 دهم. حالا جذابیش چیه؟ جذابیش اینه که بعدش میخوام برم فصل 1 دوازدهم رو بگم. بعد از این میرم فصل 2 دوازدهم رو میگم. بعد از این فصل 3 دوازدهم رو میگم. بعد از این فصل 4 دوازدهم رو میگم. جالبه چون بعدش کل شیمیالی رو میگم، یعنی از آلکان شروع میکنم میرسم به آخر پلیمرها، تمام شیمیالی رو یه جا بهت درس میدم. بعدش فصل 2 یازدهم رو میگم و در نهایت باقی مانده فصل 1 و 2 دهم رو میگم. مسیحا برای گفتن اینا چند هفته میخوایم؟ بله ما توضیح اونا رو بدیم. اولا بچه ها بد نیست بدونین که ما 35 هفته تا کنکور زمان داریم. حتی این 35 هفته تا اول خرداد حساب کردم، خرداد به بعد که اصلا هیچ، تا اول خرداد. بعدش من چقدر زمان لازم دارم؟ من فصل 11 رو توی 3 هفته بهتون میگم، فصل 10 رو توی 4 هفته بهتون میگم، فصل 11 رو توی 3 هفته بهتون میگم. حالا با یه تلرانس 1 هفته بالا پایین. فصل 2 12 رو تو 4 هفته میگم، فصل 3 12 رو توی 2 هفته میگم، فصل 4 12 رو توی 3 هفته میگم، شیمیالی رو توی 2 هفته میگم، فصل 2 11 رو توی 3 هفته میگم، باقی مانده هم توی 1 یا 2 هفته میگم. اگه همه اینا رو جمع کنیم با هم دیگه میشه 6 10 16 و 3 19 21 23 و 26 هفته. من اصلا میگم بیوا بنویسم 27 هفت، چون اولشه شاید شماها یه ذره کند باشی. من یکی از اینا اصلا میکنم 4 تا که زمان بیشتر داشته باشه، میشه 27 هفت. این مورد نیاز منه مسیحاست، مورد نیاز مسیحا. یعنی 8 هفته باقی مانده. شما میدونین 8 هفته یعنی 2 ماه، و جالبه که بدونم 2 ماه یعنی درس ما از اسفند تمام. ما اسفند درسمون تموم میشه، بعد از اسفند تا آخر اردیبهش تماما به دوره میگذره، از اول تا آخر هی دوره، تستای ترکیبی تستای ترکیبی، تا آماده بشیم برای جنبندی خرداد ماه. قضیه اینه بچه ها، ما تمام سختا رو درس میدیم. نکته جالب میدونین چیه؟ 4 و 4 8 و 3 میشه 11. شما اگه ما یه جلسه برای شما یا دو جلسه برای شما فوق‌العاده بذاریم که بچه های تایم قبل برسیم یا اصلا آفلاین ها رو حداقل نگاه کنین، جالبیش اینه ما تابستون که تموم بشه، مهر که میریم تو مدرسه، من تا اینجا رو به شما درس دادم. این میشه تابستان. یعنی شما با ورود به مدرسه تمام فصلهای سخت رو خوندی. جالبیش اینه که بچه ها اینجا رو که درس بدم شیمی تمام شده است، مابقی دیگه شیمی نیست، مابقی هی تکرار این بالایی هست، هی تکرار میشه، هی تو اینا تکرار میشه. تنها مطلب جدیدی که باقی مونه فقط شیمی عالی. این کل کاری که ما قراره امسال با هم دیگه انجام بدیم. اگر سوالی هست من اول سوالا رو جواب بدم، بعد بریم با هم دیگه یکم حال و احوال کنیم و درس بدیم. از این یه عکس بگیری داشته باش. چیا رو خوندی فاطمه جان؟ یا بهتر بگم بگم از چه رفرنسی خوندی؟ بله تا اینجوری مرتبط شوی دیگه. نمیشه اول 12 درس ها، چون 12 هم نیاز داره که
شما این مطالب پایه بلد باشی. 12 فصل درسای سنگینی هست. نمیشه اینجوری درسش داد. کتاب تست هر چی که دوست داری میتونیم بگیریم. من اعتقادم اینه جوری به درس میدم که هر جا سوالی بهت بدم بتونی جواب بدی. اگر نوشتی میگم من برنامه درس خوندن خودم بهتون میگم چیا رو باید بخونین، کجا بخونین، چی بخونین، چی تست بزنین، همینا رو خودم بهتون میگم. امروز به خاطر اینکه جلسه صفره من از شما میخوام شما جدول رو یاد بگیرید. کسی از شما هست که جدول تناوبی و حفظ باشه؟ الهی بیا روی خط. علامت دست اون بالا رو بزن. سلام الهی جان. خوی و با به من میگی عنصری 52 آرایش لایه آخرش چیه؟ عنصر 52 آرایش 6 تا الکترون داره؟ خب آرایش آخرش چی میشه؟ یه خورده الکترون میگیره. اسمش چیه؟ تلوریو. آرایش لایه آخر عنصر 42 رو به من میگی چی میشه؟ بله واسطه است. نمیدونم. خب خب خیلی خوب مرسی. بیایم اینجا با هم دیگه. میگم که بچه ها اولا حواست باشه جدول دو حالت داره، یا جدول شما تناوبیه یا جدول شما مندلیوفه. جدول تناوبی چه فرقی با مندلیوف میکنه؟ تناوبی شما 18 تا گروه داره و 7 تا دوره. مندلیوف که اول از همه تدوین کرده بود این بودش که 8 گروه داشت و 12 تا دوره. یعنی بچه ها من تو جدول تناوبی و مندلیوف فرق عمدش اینه، من تو جدول تناوبی تعداد گروه های بیشتر دارم، دوره های کمتر. تو زمان مندلیوف چون خیلی از این عناصر پیدا نشده بودن دوره های بیشتری داشت، گروه های کمتر. اگر با من موافق باشی جدول امروز تدوینش این شکلیه. اگر دانش آموزی احیانا جدول رو مسلط نباشد، مسلطا وقتی میگم مثلا جدول عنصر 52 بتونه توی 3 ثانیه جوابی که ازش میخوام بهم بده نباشد، من جای اون دانش آموزشم کنکور نمیدم. کنکور باید زمانی برگزار بشه که من رو جدول مسلط مسلط. جدول این شکلیه، دو تا گروه این اول داره که این گروه اول یه دونه خونه اضافی هم بالا داره، 10 تا این وسطه. این 1، این 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10.
شش تا این آخر داره. یک، دو، سه، چهار، پنج و شش. البته خونه آخر این شکلیه. یه خونه اضافه هم داره. ابوالفضل گوش بده، یاد میگیری همین امروز. همین امروز یاد میگیری، تو چند ثانیه جواب بدی. جدول رو دو جور میان عدد گذاری میکنن. یا مثل بچه آدم میگن از یک تا هیجده. من یه چیزی بگم بچه ها لطفا. وقتی دارم درس میدم، خیر دیانا جان، همه رو باید حفظ باشی. همه رو باید حفظ باشی. لطفا وقتی دارم درس میدم چت نکنی. یعنی تمام زمان تو بذار پای تخته. نکته بعدی که مهمی هم هست، من نمیدونم، احتمال داره که شما مثلا بعضی از شما الان دراز کشیده باشین یا مثلا گوشی اینجوری باشه نگاه میکنین. لطفا بشین پشت میز، گوشی یا لپتاپ یا پی سی تو بذار دقیقا روبروت، یه ورق بردار، با من یادداشت برداری کن و با من تکرار کن. عین یک کلاس. کلاس آنلاین میتواند به اندازه یک کلاس حضوری حتی بیشتر مفید باشه. حتی بیشتر مفید باشه، به شرطی که آداب کلاس آنلاین رو رعایت کنی. عین کلاس های حضوری بشین پشت میز، گوشی رو بذار جلوت، ورق جلوت، چون یادداشت کرده. دیگه من گوش بده. میگم توی گروه یک عناصری که وجود داشتن هیدروژن بود، لیتیوم بود، سدیم بود، پتاسیم بود، روبیدیوم بود، سزیوم بود، فرانسیوم. توی گروه دو بریلیوم بود، منیزیوم، کلسیوم، استرانسیوم، باریوم و رادیوم. توی گروه 13 یا 3 اصلی بور، آلومینیوم، گالیوم، ایندیوم، تالیوم. تو گروه 14 کربن، سیلیسیوم، جرمانیوم، قلع، سرب. گروه 15 نیتروژن، فسفر، آرسنیک، آنتیموان، بیسموت. توی گروه 16 اکسیژن، گوگرد، سلنیوم، تلور، پولونیوم. توی گروه 17 فلور، کلور، بروم، یود. سره من داری؟ داری. و گروه 18 هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون، زنون و رادون. به من گوش بدار. نحوه عدد گذاری اینجا این شکلیه. گروه یک یا یک اصلی، ببین این دوتا و این شیشتا، اینا هشت گروه اصلی جدولن. این دوتا و این شیشتا، اینا همون هشت گروه جدول مندلیوف هم. من میتونم دو کار انجام بدم، بگم یک دو تا هیجده، یا بیام بگم این یک اصلیه، آی یعنی یک، دبل آی یعنی دو اصلی، تریبل آی یعنی سه اصلی، آی وی یعنی چهار اصلی، وی یعنی پنج اصلی، وی آی یعنی شیش اصلی، وی دبل آی یعنی هفت اصلی، وی تریبل آی هشت اصلی. اینا گروه های اصلی هست. اینا گروه های فرعی هست. اولین گروه فرعی میشه گروه سه فرعی. تست کنکور پارسال بودی. سه فرعی. سه میشه تریبل آی. آی وی یعنی چهار فرعی. وی یعنی پنج فرعی. وی آی یعنی شیش فرعی. وی دبل آی هفت فرعی، وی تریبل آی هشت فرعی. این ستا رو با هم میگن گروه هشت. این میشه یک فرعی، این میشه دوی فرعی. اجازه جدولو به دو تا هشتا تقسیمش کردن، از یک تا هشت، از یک تا هشت. بعد از یک و دو سه میاد، بعد یک و دو اصلی سه فرعیه، بعد یک و دو فرعی سه اصلی. من از شما میخوام این دوتا و این شیشتا رو واسه من حفظ کنی، تماماً حفظ کنی یا تماماً. نکته بعدی اینه که بچه ها یه سری از این عناصر اسمم دارن. مثلا گروه یک بهشون میگن فلزات قلیایی. کسی هست بدونه بچه ها؟
من خودم میگم عزیزم، خود من میگم، من گفتم چت نکن اینا. کسی هستش که بپرسم قلیایی یعنی چی؟ قلیا نداریم کسی معنیشو بدونه؟ یعنی شما هی به اینا میگین فلزه قلیایی؟ نه. اسیدی نیست؟ نه. معنی قلیا یعنی بازی که در آب حل میشود. من تو این جمله چند تا نکته یاد میگیرم. یک، بازها دو دستن، تو آب حل میشن، تو آب حل نمیشن. اینا اونایی که تو آب حل میشن. دو، بازایی که توی آب حل میشن بهشون میگن قلیایی یا قلیا. سه، عناصر گروه یک اگر بخوان رفتار اسید یا باز پیدا بکنن تمایلشون به بازه، پس میخوان باز بشن. باز مؤلفش اوهاشه، یعنی اوهاش داشته باشه. مثلا الای اوهاش، انا اوهاش، کا اوهاش. و اگر اینا اوهاش بگیرن توی آب حل میشن، برای همین بهشون میگن قلیایی. البته بجز هیدروژن. هیدروژن جز قلیایی ها نیستش. گروه یک خودش دو دسته است. دسته اول قلیایی ها، دسته دوم هیدروژن. یعنی میگم عناصر گروه یک خودش دو دسته میشه، هیدروژن و قلیایی ها. هیدروژن جزء عناصر گروه یک هست اما جزء قلیایی ها نیست، اشتباه نکنی. من میگم عناصر گروه یک شامل هیدروژن، درسته؟ فلزات گروه یک شامل هیدروژن، غلطه. قلیایی ها و هیدروژن دو دسته جدا. عناصر گروه دو بهشون میگن قلیایی های خاکی. خب قلیان یعنی نیستش، قلیان یعنی توی آب حل میشن، خاکیان چون تو خاک پیدا میشن. عناصر گروه 17 اسمشون هالوژنه. معنی هالوژن بچه ها؟ معنی هالوژن نمکساز، معنیش این نمکساز. و گروه 18 گازهای نجیبن. خب من از شما یه سوال بپرسم که عناصر موجود در گازهای نجیب در کدام گروه جدول جایگزینی داشتن؟ گروه 1، گروه 2، گروه 17، گروه 18. به نظر شما جواب میشه؟ این سوال سختی بود؟ این تست کنکور سراسری سال 98 برای بچه‌های تجربی بودش. تست کنکور سراسری بود. نوشته بود گازهای نجیب متعلق به کدام گروه هن؟ گروه 1، گروه 2، گروه 17، گروه 18. شما همین الان 3% کنکور سراسری 98 تجربی رو جواب دادی. به همین راحتی و سادگی. مسخره بود دیگه. بله، کنکور خیلی مسخره ای بودش. حالا از الان تا آخر کلاس کار من و شما اینه که بریم با هم دیگه این جدول شخم بزنیم، هر آن چه بعد یاد بگیریم بریزیم بیرون. سر خط بنویس برای من، سر خط بنویس گروه یک شامل عناصر. خب بچه‌ها اگه من اینا رو بذارم بغل هم دیگه، من میتونم دو جور اینا رو حفظشون کنم. یا بشنم اینقدر بخونم تا حفظشم، یا بذارم بغل هم دیگه یه جمله بسازم، جمله رو یادش بگیرم. اگر کسی سر کلاس هست که اینا رو به هر صورتی حفظه، یه جمله خاص حفظه یا اینقدر خونده حفظ شده، لزومی نداره که حتما از جمله های من استفاده کنی. من فقط برای اینکه میخوای اینو یاد بگیری یه جمله بهت میگم. اصلا برام مهم نیست از چه مسیری یاد میگیری، برام مهمه جلسه بعد که میپرسم رو جدول مسلط باشی. حالا جمله ها کمکت میکنه راحت تر یاد بگیری. شامل عناصر اگر بذارم بغل هم دیگه میشه لینا کرباسیفر، یا میتونم بگم لیلی ناز کرد، رامبد سوسول فرار کرد.
اولیه راحت‌تره. سر خط بنویس شامل عناصر هلینا نمیتونی بگی ارشیا، همین الان بهت گفتم هیدروژن جزو فلزهای قلیایی نیست، جدا لینا کرباسیفر. سر خط شامل عناصر لینا کرباسیفر، لینا کرباسیفر. خب حالا سوال، چند تا سوال دارم. به من میگم مسیحا یون چیه؟ میگم یون یه ذره است، ذره یه که به واسطه گرفتن یا از دستان الکترون بار مثبت یا منفی پیدا کرده. یون یه ذره است اولا، نه اتم نه عنصر نه مول، هیچ، یه ذره است. این ذره به خاطر اینکه الکترون گرفته یا از دست داده بار مثبت و منفی پیدا کرده. اجازه اگه الکترون از دست بدم، بار الکترون از خودم هم دور کنم، خب من میشم مثبت. اگه بار منفی الکترون به خودم نزدیک کنم، من میشم منفی. پس اگر ذره ای الکترون از دست بدهد میشه مثبت، بگیرد میشه منفی. عناصر گروه یک مثل همه عناصر جدول، یه بار دیگه، عناصر گروه یک مثل تمام عناصر جدول میخوان که به آلایش گاز نجیب برسن، میخوان که شبیه گازهای نجیب بشن. عناصر گروه یک مثل تمام عناصر جدول میخوان به آلایش گازهای نجیب برسن. به این قاعده میگن قاعده اوکتت، اوکتت یعنی هشتایی پایدار شدن. برای اینکه این بخواد به گروه 18 برسه یا گروه 8 اصلی، دو راه داره. یا باید گروه یکشه میخواد به 8 برسه، یا باید 7 تا الکترون بگیره تا به 8 برسه، یا یه دونه از دست بده از پشت جدول به گروه 8 برسه. به نظر شما کدوم راحت تره؟ الان 7 تا الکترون بگیره راحت تره یا یکی از دست بده؟ یه دونه از دست بده. از دست دادن یعنی بار مثبت، این یه دونه از دست میده، پس بارش چی میشه بچه ها؟ بارش یه مثبت. من یه جمله میگم، تو بگو درست یا غلط. میگم عناصر گروه یک دارای بار یک مثبت هستن. اونه که میگن نه، دقیقا چرا میگن نه؟ هیدروژن هم بالاخره بار یه مثبت داره دیگه. هیدروژن هم یه مثبت داره هم یه منفی داره. خب بس یه مثبت داره الهی دیگه. جمله عناصر گروه یک دارای بار یه مثبت هستن، درست یا غلط؟ این تست کنکور 99 بود و غلطه. تو ذهنم بیارم، به من گوش بده دقیقه. اینجا رو تو شیمی اگر میخوای موفق بشی، دقیق دقیق حرف بزن، دقیق دقیق گوش بده و دقیق دقیق بخوان. کلمات تو شیمی بار معنایی دارن. وقتی میگم عناصر گروه یک، عنصر یه ماده خنثاست، اصلا بار نداره. عناصر گروه یک بار یا مثبت دارن، جمله خنده داره. جمله درستش اینه، عناصر گروه یک می توانن یون با بار یک مثبت ایجاد کنن. این جمله درسته. براش بگم بنویسین، عناصر این گروه یون با بار یک مثبت ایجاد میکنن. ما یه چیزی هم بچه ها میخوام بلد باشیم. زیل لایه ها رو یادته؟ سال دهم اس بود، پی بود، دی بود، اف بود. اس یادت ظرفیتش هم بود؟ ظرفیت اس دو بود، پی شیش بود، دی ده بود. آفرین. حالا میدونی چرا اس دو بود؟
چون دوتا گروه اول عناصر دسته اس هم کلن چند تا گروه اس داری؟ دوتا. پس ظرفیت اس میشود دو. چون ده تای بعدی عناصر گروه دسته دی هن. چون ده تا گروه دی داریم پس ظرفیت دی میشود ده. پی اینجاست. چون شیش تا گروه پی داریم پس عناصر این گروه دسته پی هن و ظرفیت پی میشود شیش. اجازه. گفتم ظرفیت اس دوه، یعنی گروه یک میشه اس یک، گروه دو میشه اس دو. گروه بعدیش میشه دی یک دی دو دی سه تا دی ده، پی یک پی دو پی سه تا پی شیش. بله هلیوم هم استثنا جزء اس. این کل دسته‌بندی است. نکته بعدی، میخوام آرایش لایه آخر عناصر گروه یک رو بررسی کنم. آرایش لایه آخر عناصر گروه یک من مینویسم اس یک یا مینویسم ان اس یک. ان چیه؟ ان شماره دوره است بابا. همه عناصر جدول به جز هیدروژن و هلیوم از دوره دو شروع میشن. مسیح چی داری میگی؟ میگم کل جدول هفت تا دوره است. هیدروژن و هلیوم دوره یک شن، ما بقیه دوره دو شروع میشن. یعنی الان لیتیوم دوره دوه، پس آرایش میشه دو اس یک. سودیوم میشه سه اس یک. پوتاسیوم میشه چهار اس یک. فرانسیوم میشه هفت اس یک. همه ی عناصر جدول به جز هیدروژن و هلیوم از دوره دو شروع میشن. یادداشت کنیم، دارای آرایش الکترونی لایه آخر ان اس یک می باشد. بریم گروه دو. گروه دو اگه بخوام ازش جمله بگم میگه ببین مگس کثیف، سرتو میبرم با رنده. ببین مگس کثیف، سرتو میبرم با رنده. خب سوال، الان ما گروه دو این میخوایم به گروه هشت برسیم. چند تا راه داره؟ همیشه دو راه داره، یا از دست بده یا بگیره. گروه دو بخواد به گروه هشت برسه، یا دوتا رو از دست میده یا شیش تا میگیره. کدوم منطقی تره بچه ها؟ دوتا. دوتا از دست میده. پس اینجوری بگم، عناصر گروه دو دارای بار دو مثبت هستن. درست یا غلطه بابا؟ غلطه. بعد بگم عناصر این گروه یون با بار دو مثبت ایجاد میکنن. بنویسم براش عناصر این گروه یون با بار یک مثبت ایجاد میکنن. ببخشید، دو مثبت ایجاد میکنن. آرایش لایه آخر اینا دسته اس هن، تو گروه دوم اس هم هستن، پس میشه دارای آرایش لایه والانس یا لایه آخر ان اس دو می باشه. خب گفتم ان شماره دوره است. الان بریلیوم دورش دوه. همه عناصر جدول به جز هیدروژن و هلیوم از دوره دو شروع میشن. یعنی الان این بریلیوم دوره دوه، پس میشه دو اس دو، منیزیوم سه اس دو، کلسیوم چهار اس دو، رادیوم هفت اس دو. قبوله؟ تا اینجا موافق؟ چه بیحالی؟ این بله ها چیه؟ از اون بله هایی که سر عقدت میخوای بگی و بنویسی اینجا دیگه.
کلاس یا کمپ ترک اعتیاده؟ با اجازه بزرگترا. آه یه را نبود، شما شیرازین، اصلا شیرازیات حال ندارن آمو. برو آمو دست خدا. ولش کن آمو، بیا اینجا. کیا راستی پرسپولیسی هن؟ آفرین، شما خجالت نمیکشین ها؟ شما خجالت نمیکشین. من استقلالی نیستم، من ناموسم استقلاله. با افتخار. فرنوشان از این به بعد که هر جلسه و بردمت روی خط ازت پرسیدم متوجه میشی با افتخار کجایی. بیا بابا، بیا ادامه بدیم، یکم حوضها رو عوض کنیم. قصه اینه، عناصر گروه 13 یا 3 اصلی، یعنی مسیحا کاری به این دهتای وسط نداریم. نه، ما با واسطه ها کاری اصلا نداریم. من گفتم 8 گروه اصلی رو واسه من حفظ کن. عناصر گروه 13 یا 3 اصلی، سر خط عناصر گروه 13 یا 3 اصلی. ابوالفضل من بعدم با تو شخصا صحبت میکنم، شخصا. شانس آوردی سر کلاس خانومم هست، من بعدم با هم بیشتر صحبت میکنیم. اگر بذارم بغل هم دیگه اسم عناصرشو، میگه بالگرد اینجا ترکید، بالگرد اینجا ترکید. کمکم کن. گروه 3 اصلی میخواد به 8 برسه. اصلی 3 میخواد به 8 برسه، دو راه داره، یا 3 تا از دست بده یا 5 تا بگیره. کدوم؟ 3 تا از دست بده. آهان، 3 تا از دست میده، یعنی عناصر گروه 3 دارای بار 3 مثبت هم؟ آره یا نه؟ آفرین. نه مسیح، حواست کجاست؟ اینا عنصرن، عنصر که یون نمیشه، عنصر که بار نداره. بعد بگم عناصر گروه 3 یون با بار 3 مثبت ایجاد میکنن. حالا میخوام برم آرایش لایه آخرشون رو بگم. ببین تو دسته پی هم، تو دسته پی یعنی قبلش اس پر شد، تموم شد، حالا میخوام پی رو پر کنم. اس همو که پر کرده بودم، اس دو بود، پر شده دیگه. پس من ان اس دو رو دارم، حالا پی داره پر میشه و گروه اول پیه، میشه ان پی یک، شد ان اس دو ان پی یک. در ضمن جمع توان اس و پی شماره گروه اصلیش 2-1 میشه 3، شماره گروه اصلیش میشه 3. آرایش لایه آخر الان بهت میگم گالیوم آرایشش چیه. تو سری میگی مسی 2-3-4، 4S2 4P1. میگم تالیوم آرایش لایه آخرش چیه، تو میگی 2-3-4-5-6S2 6P1. حل بابا. حله. بریم گروه 4. گروه 4 یا 4 اصلی، 14 یا 4 اصلی. اگر عناصر رو بذارم بغل هم دیگه، میگه شامل عناصر کسی گریه نکنه سر پول. خواهش بکنم فاطمه جا. کسی گریه نکنه سر پول. خب این مهمه. گروه چندی؟ 4. میخواییم به چند برسیم؟ 8. دو راه داره، یا 4 تا دست بده یا 4 تا بگیره. کدومو انجام میده؟ آفرین آفرین، هیچ کدوم، هیچ کدوم به جز دوتاش، SN و PB.
SNOPBش از دست میده. پس توی این گروه نحوه پیوند اشتراکه، نه الکترون از دست میده نه الکترون میگیره، به جز SNOPB که اینا بار تشکیل میدن. براش بگم بنویسیم. آفرین الهه، آفرین. بگم براش بنویسیم. عناصر این گروه یون پایدار تشکیل نداده، و نحوه پیوند آنها از نوع اشتراکی است. البته به جز SN و PB که یون یا یون دو مثبت یا چهار بار مثبت ایجاد میکنن. گروه دو فاطمه جان شد. ببین مگس کثیف سرتو میبرم بارنده. یونش دوباره مثبته، آرایش لایه آخرش NS2ه. میشه من بچه ها سریع بگین آرایش لایه آخر اینا چی میشه؟ میشه NS2 NP چند؟ NP جمع SOP باید بشه 4. اینم میشه دو. NS2 NP2. اگر باید بگم قلع چی میشه؟ قلعه. راستی بچه ها SN اسمش قلعه. بچه ها با SN نشونش میدن؟ خب قلعه که SN نداره که. اسم لاتینشه. لاتین. یاد بعد لاتینه. نه انگلیسی نه الهه. لاتینه. بعد حفظش کنی. استان. اسم قلع استان. پی بی اسمش سربه. پچه رو با پی بی نشونش میدن؟ لاتینشه. لاتینش کسی میدونه چیه؟ شما همه تون افسین. یه مغازه خلاف کرده، اماکن بستتش، اماکن چیکارش کرده؟ آفرین. پلوم. پلوم یعنی یه قفلی رو با سرب میبندن. پلوم به همون سربه. پلوم به یعنی سرب. گروه 15 سر خط بنویسین. گروه 15 یا 5 اصلی. 15 یا 5 اصلی شامل عناصر پلمب فرنوش، نیما پسر اسقر سیبیل، نیما پسر اسقر سیبیل کمکم کن. گروه 5ین، میخوایم به گروه 8 برسیم. دو راه داره، یا 5 شاه دست بدم یا سه تا بگیرم. کدوم کار؟ سه تا بگیرم. گرفتن یعنی بار منفی، سه تا میگیرم پس سه بار منفی. دارای یون با بار سه منفی، این درستشه. دارای یون با بار سه منفی. جمله خیلی زیاده فرهاد. آرایش لایه آخر. بچا NS2ش که سر جاشه. NP چند؟ 3. آفرین. جمع SOP باید بشه 5 دیگه. S که 2 پس P 3. اگر بهت بگم آرسنیک چی میشه؟
آرسنیک چند میشه؟ آرسنیک به جام اصلا دی نداره الهی جان. دی از کجا آوردی؟ اونایی که نوشتن سه، برو خدا رو شکر کن که کلاست حضوری نیست، یعنی از سردر شیراز آویزونتون میکردن. مگه نگفتم تمام عناصر جدول به جز هیدروژن و هلیوم از دوره دو شروع میشن؟ دو سه چهاره، چهار است و چهار پیسه. همه عناصر جدول به جز هیدروژن و هلیوم از دوره دو شروع میشن، یعنی میشه چهار، میشه دو سه چهار، میشه چهار است و چهار پیسه. نمیگیم الهه سدیش تو لایه ظرفیتش نیست، برای همین نیازی بگی از همه سشنو. حله؟ بریم یکی دیگه. 16 یا 6 اصلی، گروه 16 یا 6 اصلی شامل عناصر، خب بذارم بغل هم دیگه، میگه استاد سکته کرد ترکشید پوکید. درستا یه بار خارج یه بار وارد شو عزیزم. استاد سکته کرد ترکشید پوکید. گروه شیشیم، میخواییم به هشت برسیم. چند تا راه داریم بچه ها؟ چند تا راه داریم؟ دوتا. یا شیش تا دست بده یا دوتا بگیره. خب منطق اینه دوتا بگیره. پس یون باباره دو منفی آرایش لای آخر ان اس دو ان پی چهار. اگر بهت بگم تلوریوم چی میشه با دقت بخوای بهم بگی، میشمارم دو سه چهار پنج است و پنج پی چهار، پنج است و پنج پی چهار. مثلا بگم سلنیوم چی میشه، دو سه چهار چهار است و چهار پی چهار. اکسیژن چی میشه، دو است و دو پی چهار. گروهش 17 یا 7 اصلی، گروه 17 یا 7 اصلی شامل عناصر فوکولی برو یود بیار، فوکولی برو یود بیار. برای اینکه به گروه 8 برسه خب بارش یک منفی میشه، یون با باره یه منفی. آرایش لای آخرش NS2 NP5. اگر بگم که آی چی میشه تو میگی دو سه چار پنج است و پنج پی پنج. بگم کلور چی میشه، سه است و سه پی پنج. و اما گروه 18 یعنی گازهای نجیب، جملهش جمله خیلی معروفیه. هی نگاه عارفانه کردمت زیبای رند، یا میتونم بگم هی ندا آرزو کردم زن رامینچی. جملهش خیلی معروفه ولی من خیلی میل ندارم شما اینو با جمله یاد بگیری. من دارم میخواد شما اینو با اعداد اتمی بچه‌ها یاد بگیریم. ما دو جور عدد داریم، اتمی و جرمی. عدد اتمی مجموع پروتون هاست، عدد جرمی مجموع پروتون ها و الکترون ها و نوترون هاست. عدد اتمی پایین سمت چپ، جرمی بالا سمت چپ. من میخوام اینا رو برای من با اعداد اتمیش یاد بگیری. هلیوم دوه، نئون دهه، آرگون 18، کریپتون 36، زنون 54، رادون 86. الان میخوام واسه من با من تو خونه تکرار کن، جوری که بعد از کلاس مامان و بابا و خواهر و برادرت هم این اعداد تو ذهنشون نقش بسته باشه. یه بار هلیوم دو، نئون ده، تکرارها، یه بار دیگه از اول، هلیوم دو،
نئون 10، آرگون 18، کریپتون 36، زنون 54، رادون 86. از پایین به بالا میگم رادون 86، زنون 54، کریپتون 36، آرگون 18، نئون 10، هلیوم 2. چشابسته فقط برای من اعدادشو بخون. میشه 2 10 18 36 54 86. اپایین به بالا 86 54 36 18 10 2. من جلسه بعد یاد میدم بهتون که این چقدر میتونه براتون مهم باشه که شما یاد بگیرید هلیوم 2، نئون 10، آرگون 18، کریپتون 36، زنون 54، رادون 86. در ضمن آرایش لایه آخر برای عناصر گروه 8 NS2 NP6. من اگر دوشه با هم دیگه جمع بزنم میشه 8 و این همون هشتایی پایدار یا همون قاعده اوکشتت. آره یا نه؟ آفرین. من بهتون جلسه بعد یاد میدم به سرعت بتونی بگی کی کجاست با آرایش و با همه چی با هم دیگه. خب هر چی میخوای یاد داشت کنی تو این 3-4 دقیقه که من وقت دارم، چون گفتم تا 1:45 کلاس. من بپرسم که بچه های تجربی به غیر از دندون دارو پزشکی حرفه‌ای کسی چیز دیگه ای میخواه؟ فاطمه جان، بالگرد اینجا ترکید، گروه چهارم میگه کسی گریه نکنه سر پول. خب چی میخواییم بگیم مثلا بنویسی؟ به غیر از دندون، دارو، دام، پزشکی حرفه‌ای کسی رشته دیگه ای میخواد؟ تغذیه. دام عالیه. به ریاضی ها میرسیم. خیر فاطمه لازم نیست. افسری؟ دانشکده افسری آخه؟ دارو. پزشک. طبیری زیست عالیه. مکانیک. خب بریم سراغ ریاضی ها. ریاضی ها چی میخوان قبول شن؟ بقیت الله، فرهنگیان، دبیری شیمی، ما مکانیک، مهندسی نفت هم رشته منیه، مکانیک، عمران، معماری. خوبه؟ خوبه. من یه جمله آخر رو بگم. فعلا آره فاطمه تو جلسه بعد. فعلا آره. من یه جمله آخر رو بگم و از حضورتون مرخص بشم. کامپیوتر که عالیه که رسیدن به یه رشته خوب توی دانشگاه خوب اصلا کار سختی نیست. یک سال همت میخواد، اما یک سال باید رو برنامه مدون منظم و با پشتکار درس بخونی. من همیشه بچه هم میگم اگه این قسمت درس دستت انقدر که تست زدی پینه بس به خون افتاد شاید قبول شی. شاید قبول شی. آمار قبولی های من تو همه سایت ها هست، میتونیم بریم نگاه کنیم. به اندازه موهای سر دانش آموز خوب داشتم، رتبه های خوب، دانشگاه های خوب، دو رقمی، سه رقمی، تک رقمی، همه جوره داشتیم. این همه سال من 18 ساله که معلمم. به اندازه موهای سرتم دانش آموزی داشتم که 300,000، 100,000، 400,000 داشتیم. همه چی به تو بستگی داره. من کاری که میتونم انجام بدم اینه که هر آنچه تو لازم داری برای شیمی صد زدن من به شما یاد میدم، اما معنیش نیست که شما میتونید صد بزنید. کسی میتواند صد بزند که رو مطالبی که من بهتون میگم مسلط باشه. درس دادن من یه بحثه، آموزش من یه بحثه، مسلط شدن و تسلط شما یه بحث دیگه است. اگر یه همچه کاری انجام بدین، اسم خودم ابوالفضل جان، مسیحا طولوی، فارسی بزن صد میاره، چه آیدی تلگرام هم، چه همه چی اسم خودمه، مسیحا طولوی، همه چی به تو بستگی داره.
تا زمانی که تصمیم نگرفتی درس بخونی من جات باشم نمیخونم. سال کنکور یا خفن درس بخون یا اصلا نمیخواد بخونی. خفن بخونی شاید قبول شی. من از آشنایی با شما کلی خوشحال شدم. از اینکه یک جلسه با هم کلاس داشتیم خوشحالم. ایشالله جلسه بعد بهتر بریم. نه اصلا دیر نیست زمان. من کلن 5 ماه زمان میخوام. کلن 5 ماه زمان. برای اینکه شیمی برسه به درصد خیلی عالی. ایشالله. میگم فاطمه اونا رو به خود بچه های خودمون سر کلاس میگم. و اینکه احمد جان هر کتابی دوست داری بخر. به لحاظ من هیچ فرقی نمیکنه. هر کتابی که دوست داری ارزون پیدا کن بخر. کتاب ارزون. کلی زیاد دوستت دارم. تا جلسه آیندتون همگی خسته نباشین. تا جلسه آیندتون.